به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید، سلام. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، یکی بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. نگاهی میاندازیم به پیامدهای طوفان شن در خوزستان. آقای حسن هاشمی وزیر بهداشت در جمهوری اسلامی خبر از پیامدهای غم انگیز این طوفان میدهد، از جمله امراض گوناگون. این در حالی است که سازمان محیط زیست کشور که ریاست آن را خانم معصومه ابتکار بر عهده دارد، هنوز برنامه روشن عملی و مؤثر برای پیشگیری از طوفان شن در آینده ارائه نداده است. آن سوتر نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حقوق بشر در ایران در ارتباط با خبرهای روز و نیز اختلافات درونی در میان گردانندگان حکومت فقیه در ایران در پی به زندان رفتن محمد رضا رحیمی، معاون پیشین رئیس جمهوری اسلامی. با من و شما هستند در آلمان کل خانم اختر قاسمی، روزنامه نگار، و در واشنگتن آقای بیژن صفسری، روزنامه نگار، مدیر و سردبیر نشریه ایران مهر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. خانم قاسمی عزیز، با سلام به شما. سلام و درود میفرستم به شما آقای چالنگی عزیز، همچنین به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا در سراسر جهان، هموطنانم به خصوص در ایران. سپاسگزارم از دعوتتون. آقای صفسری گرامی، با سلام به شما. من هم ضمن سلام خدمت شما آقای چالنگی و خانم قاسمی به بینندگان محترم تلویزیون شما سلام عرض میکنم و ممنونم از اینکه من بار دیگر در برنامه‌تون دعوت کردید. سپاس داریم از شما که با ما هستین. همینطور خانم قاسمی، من این توضیح رو برای بینندگان بدم، بار دوم هست در این دور از تفسیر خبر آقای صفسری با ما هستن. کار بسیار پرزحمت و وقتگیر در آوردن یک نشریه در خارج از کشور تنهایی بدون هیچ کمک مالی از این سو آن سو کار چندان ساده‌ای نیست، وقت بسیار لازم داره. خوشبختانه نشریه آقای صفسری، من شاهد هستم، در منطقه واشنگتن بزرگ شامل مریلند، واشنگتن و ویرجینیا با استقبال بسیار زیادی هم روبرو شده. اینه که وقتتون رو دادید با ما هستید، باز هم سپاسگزار هستم. خیلی ممنون. خانم قاسمی عزیز، بذارید از ریزگردها، از طوفان شن در خوزستان بگیم. چرا برنامه روشن، هیچ اقدام مؤثری برای اینکه جلوی این داستان گرفته بشه؟ پیشتر من و شما یادتون هست دیگه، حالا زمان ما خیلی دیرتر چون این خبرهایی نبود، برای اینکه طرح تثبیت شنهای روان به اجرا در اومده بود و در خوزستان طوفان شن به این شکل و هیبت با نداشتیم و پیامدهای بیمارخیزش، چرا هیچ برنامه روشنش نمیبینیم برای مقابله با این مسئله واقعا خطرناک در خوزستان؟ خانم قاسم،
بله خواهش میکنم آقای چارلنگی، اجازه بدید من خدمت دوست همکار عزیزم آقای سبزدری سلام عرض کنم و معذرت میخوام که اصلا متوجه نبودم که به ایشون سلام عرض کنم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز من عرض ادب کردم خانم قاسم. خواهش میکنم، نه کوتاهی از جانب من بود و خیلی خوشحالم آقای سبزدری که در کنار شما با همشهری عزیزم در برنامه تفسیر خبر آقای چارلنگی با هم حضور داریم. بسیار خوشحالی بران ما، این فقط ماهی نیست که هر وقت از آب بگیرین هزار تون منه، بلکه اون هم سلام علیکی باشه بد نیست، خوب دیر نشده بفرم. بله خواهش میکنم آقای چارلنگی، من به عنوان یک خبرنگار تا اونجایی که خبرها رو دنبال میکنم، نه به عنوان یک کارشناس، تا اونجایی که خودم چون فرزند خوزستانم و بیاد دارم به هر صورت 22-23 سال از عمرم رو در خوزستان گذروندم و بعد به خارج از کشور اومدم، بعد از یکی دو سالی هم که در تهران زندگی کردم، ولی امیدوارم که کارشناسان متخصصین این دولت نابخرد اجازه بده که کارشناسان بیان بنشینن و یک راه حلی برای این معضل بزرگی که واقعا گریبان مردم خوزستان عزیز ما رو گرفته بشینن حل بکنن. آقای چارلنگی، ما میدونیم که این معضل در زمان در رژیم گذشته به این صورت ما اصلا نداشتیم، به دلیل اینکه در اون زمان ما رژیم از طریق شرکت نفتی که در خوزستان بود از این معضل تا حدود زیادی جلوگیری میکرد و ما هیچ وقت چنین شنریزها، گرد و غبارهایی رو که تا این حد حتی دید و به جایی برسونه که پل کارون به اون بزرگی رو به فاصله 100 متری نشدید اصلا ما نداشتیم. در زمان رژیم سابق ما مالچ پاشی داشتیم که از اون طریق میشد جلوی خیلی که شرکت نفت این وظیفه رو به عهده داشت که از اون طریق جلوی این خاکریزه ها رو می گرفتن. طبیعی است که این عواملی که به اصطلاح عواملی رو که طبیعت به وجود تن جاهایی نشه جلوشون رو گرفت، ولی کم علم و تکنولوژی امروزه کارهایی کرده، کمایی که در ژاپن ما میبینیم همین مشکل رو دارن، ولی چگونه جلوگیری میکنن. در ژاپن ساعتی نیست که زلزله نیاد، ولی ما میبینیم که چجوری تونستن متخصصین مهندسین ژاپنی بنشینن و راهی پیدا کنن که حتی ساختمان ها به نوعی متحرک و وقتی که زلزله میاد به همین دلیل نمیتونه سری فرو بریزه. اگر این زلزله ها در یک هزارمش در ایران میومد تا حالا ایران نابود شده بود با این آدم هایی که به اصطلاح مهندسینی نابخردی رو که رژیم در طی این 36 سال گذشته به کار گرفته. آقای چارلنگی، یکی از دلایلی که الان ما میبینیم در این سالیان که اصلا به مسئله محیط زیست به هیچ عنوان توجه نشده و اگر نیروهای مردمی NGOها از محیط زیست صحبت کردن همه گفتن اینها لوکسوسه، اینها مسخره کردن هواداران محیط زیست که از بین مردم نهادهای مردمی شروع به کار کردن، خیلی ها به تمسخر کشیدن که اینها قرض زدن و نمیدونم این بازی های بچگانه امروزی و مدرن و به این صورت چیز کردن و ما دیدیم که خیلی از بودجه های محیط زیست هم زدن و صرف یا در جیب خودشون آقایان کردن یا اینکه صرف کارهای دیگه کردن، کما اینکه همینک ما میبینیم در خوزستان یک مسابقه کشوری قرآن خوانی داریم، همین چند روز آینده ظاهرا قراره که انجام بشه، بودجه هایی صرف این گونه کارهای تبلیغاتی میکنن ولی کن صرف این که چگونه موزلات مردم رو، یعنی مردم وقتی که شن و خاک تنفس میکنن، حفظ کردن قرآن به چه دردشون میخوره زمانی که نمیتونن جان خودشون رو نجات بدن و به خاطر سمی که در هوا وجود داره میتونن کشته بشن.
یکی از دلایلش ما میدونیم که در این سالیان مدام صحبت بوده این سدهایی که زده شده، سدهایی که باعث شده که تالاب‌ها خشک بشن، حفاری برای چاه نفت در خوزستان که باعث شد که اون تالاب معروف هورالعظیم فکر میکنم اسمش هست باعث شد که اون تالاب خشک بشه، که الان میگن که یکی از دلایل مهمی که این خاکریزه ها به این صورت اومده همینی که این تالاب ها خشک شدن، سدها زده شد و این گونه کارهای نابخرد که رژیم اصلا از متخصصین استفاده نمی کنه و میاد یه سری افرادی که خودشون از نزدیکانشون ها که اصلا تخصصی هم ندارن به کار میگیرن که باعث میشه صدها به اون صورت به اصطلاح احداث بشه و این ضربات رو به محیط زیست و مردم ما بزنه. خانم قاسمی توضیح دادن که پیشتر پیش از انقلاب در نظام پیشین ایران به اصطلاح پاشیدن نفت سیاه بر روی بخش های خاکی و شنی خوزستان متداول بود، بلکه این بخشی بود از برنامه گسترده‌ای که اجرا شد. طرح تثبیت شنهای روان هم سالها بود که به نتیجه رسیده بود و پیشگیری میکرد از شنهای روان و همینطور گرد و غبار در مناطق بین اهواز از این طرف اندیمشک و از اون طرف به خرمشهر، این مناطقی که هم مرز میشد بخشیش با عراق. آقای سفسری گرامی، نگاه شما رو به خوزستان میبینیم و اونچه که در خوزستان میگذره و بر مردم خوزستان و اقدامات دولت ایران، حکومت فقیر رو در برابر این مشکل بسیار بزرگ مردم خوزستان. عرضم حضورتون، من اضافه میکنم بر فرمایشات خانم قاسمی که بسیار پیگیر هستم، به این دلیل که من تلاشایی که برای اطلاع رسانی از این بابت در شبکه‌های اجتماعی از خانم قاسمی خوندم عرض میکنم، ولی اخیراً یک 11 تا از به اصطلاح سازمان‌های حقوق بشری و که ایرانی و غیر از ایرانی هستند نامه‌ای به گزارشگران کارشناسان سازمان ملل فرستادم بابت این قضیه. در این نامه یک نکته بسیار قابل تعمقی وجود داره که این بحران زیست محیطی که فعلا گریبانگیر مردم خوزستان ما رو گرفته، 10 سال پیش به اصطلاح در سال 2003 با انتشار یک نتیجه تحقیقی نسبت به ناپدید شدن 2 تا از تالاب‌های معروف هورالعظیم و هورالهویزی، همچی اسم عربی و که در بین مرز ایران و عراق هستش، سازمان ملل اون زمان بابت بحران زیست محیطی که گریبانگیر ایران و بخشی از عراق خواهد شد و هشدار داده بود و تا اون زمان هم گویا مثل که 90% این قضیه به اصطلاح داشت از حالت عادی خارج می شد که سازمان ملل پا به میون گذاشت و به این دوتا کشور اخطار داده. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی نه تنها فقط به همون تهران و 4 تا شهرهای که میتونه ازش ممر درآمدی بکنه برای بقای ظلم خودش، به اینطور مسائل هیچ وقت توجه نداشت. همونطور که خانم قاسمی گفتن، از جمله کارهایی که میتونه تصریح بکنه و تصریح کرد این دگرگونی محیط زیست ما رو در کشور، همین برگرداندن آب کارون و مسائل اینچنینی بودش. معلصف اون چیزی که الان میتونیم ما رو دلخوش نگه داره، نجات سازمان‌های بین‌المللی و اقدام به زنگاه اینا هستش، چرا که جمهوری اسلامی الان هم یک طرحی داده که به قول معروف میگوین یک پکیج برای این قضیه دیده، ولی
عملا هیچ توضیحی داده نشده که این پکیجی که برای این بحران زیست محیطی مردم خوزستان که اکثرا الان در شرایطی به سر میبرن که بیمارستان ها پر شده از کسانی که ریه‌های پر از شن دارن و عرضم به حضورتون که تبعات ناشی از این قضیه زندگیشون رو مختل کرده. معلاسف من فکر میکنم که مردم ما خصوصا جامعه ایرانی خارج از کشور بیش از این که به مسائل سیاسی که سالهاست گریبان ما گرفته و تا حالا هیچ اقدامی که بتونه جلوگیری بکنه از ظلم و ستم رژیم، لااقل بابت این قضیه بیاییم یک کمپین کارسازی رو تشکیل بدیم و به واقع جلوی این قضیه رو بگیریم. ایران داره میشه یک صحرای برهوت و این واقعا جای تأسف داره که بعضی از ماها در خارج از کشور به مسائل اینچنینی کم اهمیت تر نسبت به مسائل سیاسی نگاه. خانم قاسمی، ببینید، مسئولان جمهوری اسلامی وقتی که نگاه میکنیم در برابر این رویداد چه به اصطلاح اقدامی رو به عمل آوردن، ما بیشتر میبینیم که کارش شما رو انجام میدن و آقای صفصری و بقیه رو، یعنی کار روزنامه نگاری انجام میدن، میان گزارش میدن که مثلا این طوفان شن از کجا میاد، تا به حال چه آسیب‌هایی رسونده، درش چه چیزهایی هست. یا مثلا امروز یکی از مسئولان میگم امروز هوا خوشبختانه بدون گرد و غبار است، پیش بینی میشه مثلا تا فردا هم همینطور باشه. خب این کارا رو خبرنگاران میتونن انجام بدن. دقیقاً این کار مثلا معاون وزیر یا رئیس سازمان محیط زیست یا بقیه که نیستش که، اونا میتونن انجام بدن. مسئول سازمان محیط زیست و لابد مردم توقع دارن بیاد بگه این هست و این عملیات هم ما انجام میدیم. چرا اینجوریه؟ چرا به یک اقدام عملی دست نمیزن؟ ناتوانیست، عدم توجه به اصطلاح به مسائل محیط زیستی است، همون که آقای صفصری اشاره کرد، یا چی هست؟ چه انگیزه یا پولی درش نیست بشه پیف و میل کرد؟ چی هست؟ مجموعه ای به نظر من از این هست، یعنی در اینکه نابخردی در وهله اول، دزدی مسئله ایه که بین مسئولین جمهوری اسلامی ما هر روز شاهد هستیم که این گروه اون یکی گروه رو لو میدن و دیدیم که معاون احمدی نژاد و یکی از معاونینش رو چند وقت پیش دستگیر کردن به دلیل اختلاس بالایی که گفتن. یکی از عوامل بزرگش دزدیه. الان خانم ابتکار گفته که در پاسخ به نمایندگان خوزستان که نمیدونم عکسشو دارید که شما لطف کنید منتشر کنید، نمایندگان خوزستان در مجلس که با ماسک توی صحنه علنی مجلس ظاهر شدن به دلیل اینکه جلب توجه بکنن به اصطلاح نمایندگان دیگر و پارلمان و به مسئله خوزستان، و بعد خانم ابتکار در پاسخ به اونا گفته همین هایی که الان اینجوری میکنن اینا با بودجه محیط زیست مخالفت کردن و باعث شد بودجه محیط زیست رد بشه، که باز دوباره خود مجلس گفت که برخی از نمایندگان مجلس گفتن که چنین نیست. یعنی مدام همدیگر رو مقصر قلمداد کردن، این به اون پاس بده، و اینا همه از عدم مسئولیت، عدم نابخردی و عدم تخصصی که این افراد دارن که به کار گمارده شدن عمدتاً بر اساس روابط، نزد روابط و بالا کشیدن مال مردم، طبیعی است که اموال ملت ایران دلشون نمی‌سوزه. آقای چالنگی، فقط من میخوام مدیر کل یه آمار کوچیکی رو خدمت شما بگم. مدیر کل سابق استانداری اصفهان گفته بود که بر اساس استانداردهای جهانی وقتی که گرد و غبار در هوا حد اکثر 150 میکروگرم بر متر مکعب بشه، یعنی که هوا آلوده است. حالا شما ببینید، خود این مدیر کل گفته که در
استان ما استانداردهای بین المللی تغییر کردند و غلظت گرد و غبار اگر به 2000 میلی گرم بر مکعب برسه مدارس ابتدایی تعطیل میشن، اگر به 3000 میلی گرم بر مکعب برسه در سطح مراکز آموزشی و بالای 3000، یعنی شما توجه کنید استاندارد بین المللی 150 میلی گرمه، بالای 3000 اون موقع مراکز آموزشی همه و اداری هم همینطور. حالا اگر ما بخوایم بررسی بکنیم که در چند روز گذشته وضعیت اهواز و شهرهای خوزستان به چه صورت بوده، اهواز به 8100 میکروگرم رسیده بود و ماهشهر به 10000 میکروگرم، یعنی در واقع 54 برابر و 76 برابر از استانداردهای بین المللی هوا آلوده تر بوده. خب شما فقط این یک آمار کوچیکه که من از خود رسانه های ایرنا بود، نمیدونم ایسنا بود، درون ایران این آمار رو گرفتم، نه به قول جمهوری اسلامی، نه رسانه های ضد انقلاب خارج از کشور بودن، نه آماری که خودشون ارائه دادن. و اینه که یکی از دلایلی که شما سوال کردید این هستش که اینها اصلا براشون مهم نیست وضعیت مردم به چه صورت خواهد بود. مردم خوزستان تمام تلاششون رو میکنن، به همت خودشون سعی کردن که از یکی از خوش شدن یکی از طالاب ها جلوگیری بکنن. انجیو ها نهادهای مردمی رو با اینکه کمک نمی کنن، ولی من خودم شاهد بودم در سایت های اینترنتی عکساشون رو دیدم، مثلا بچه های مسجد سلیمان با خرج خودشون اومدن نهالکاری کردن، گلکاری کردن، دیوارهای شهر رو با خرج خودشون نقاشی کردن. اینا حتی از این کارهای به اصطلاح نهادهای مردمی، کارهای مردمی که خود جوانها هم سعی میکنن که خدمت بکنن به جامعهشون حمایت نمیکنن، پول نفت بالا میکشن و مشکلات میمونه برای مردم. خب آقای سفسری، واقعا از مسئولانی که وقتی معتقد هستن، بسیاری از مسئولان حکومت ایران که این اتفاقات مثل زلزله بم و اتفاقاتی که اینطور میفته تبلیغ هم میکنه، در خطبه های نماز جمعه میگه اینا مجازات های الهی است، مردم گناهی کردن، این مجازات بر سر اونا میاد. لابد مثلا نمیدونم حالا چه گناهی کردن مردم خوزستان یا بقیه جا، اون رو دیگه همین مسئولان میدونن. و چرا از دید همین مسئولان این همه در جاهای دیگه کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا از دید اونها گناه انجام میدن، از دید آقای مصباح یزدی خب کالباس خوردن گناه دیگه، این همه کالباس رو اینها میخورن، چرا یه همچین اتفاقاتی این ورا نمیفته؟ این ورا هم خب توضیح نمیده. از یه همچین مسئولانی مثلا شما از آقای چه میگن، از هر کدوم، از خود آقای خامنه‌ای چه انتظاری میتونید داشته باشید که بشینن و محاسبه بکنن و رسیدگی کنن و طالاب ها نباید خوش بشه چون اثر داره در محیط زیست اونجا، این نشه، این انتظار تا چند روزه واقع بینانه است از روحانیت شیعه که حاکمه بر ایران. عرضم حضورتون که چیزی که امروز ما شاهد اون هستیم و به عنوان یک مسئله بغرنج تاریخی برای کشور ما ثبت میشه در تاریخ، امروز و دیروز نیست، 36 سال به عبارتی 37 سال است که تبعات این 37 سال نابخردی به قول خانم قاسمی دستاندرکاران نظام جمهوری اسلامی، امروز تبعاتش یکیش این قضیه تغییر محیط زیستی ما که به عمد هست و نه به عرضم حضورتون که شرایط طبیعی، آنچنان که گزارش هایی که موجود هستش از نهادهای بین المللی این واقعه همه قابل پیشگیری بود. اتفاقا من داشتم چند روز پیش با خانم قاسمی صحبت میکردم که خانم قاسمی این قضیه
جدیده تو کشور ما یا قدیمیه. خانم قاسمی میفرمودن که در زمان شاه هم ما چنین چیزی داشتیم، منتهی مراتب پیشگیری میشد و از طرفی ما اکوسیستم محیطمون رو دستکاری نکرده بودیم مثل کارون و آبش رو عوض بکنیم یا تالابا رو به نابودی بکشونیم. معلصف میخوام بگم اینا همه عمد هست و برای گریز از مسئولیت هستش که آقایون حرف از بلاهای نمیدونم آسمانی و از اینطور مزخرفاتی که دیگه امروز هیچ خریداری نداره. در نظامی که بناش بر چپاول و دزدی هست، طبیعتاً رسیدگی به وضعیت و حال مملکت و مردم مملکت و آب و خاک اصلا یک چیز خندداری هستش که شما توقع داشته باشید از کسانی که هر روز خودشون دارن اعلام میکنن، خودشون دارن هر روز یک سری از گروه های حلقه قدرت رو به عنوان دزد، چپاولگر معرفی میکنن. چگونه است که شما الان میبینید کسی که از طریق دولت وقت و از طریق نظام به عنوان رئیس نهاد مبارزه با به اصطلاح رشوه‌گیری و نمیدونم زد و بند و اینا معرفی شده بود، امروز خودش به عنوان یکی از بزرگترین اختلاسگران در زندان به سر میبره، آقای رحیمی. خب اینا همه تبعات تندادن به نظامی هستش که ما 36 سال داریم تحمل میکنیم بیان که بخواهیم به واقع آنچنان که باید در مقابل این گروه چپاولگر بیستیم و تنها با شعار و عرضم به حضورتون که 4 نامه نوشتن و و و و و اکتفا کردیم. ولی من امیدوار هستم که ملت ما، چون این داستان ها تموم شدنی نیست آقای چالنگی، و همین الان اگر خبر روز رو شما ببینید دستگیری معاون اول رئیس جمهور سابق هستش که میتونه اصلا در هر نظامی شوک برانگیز باشه، در هر کشوری مردم اصلا برانگیخته خواهند شد که ببینن آقا 8 یک کسی به اینا به عنوان رئیس جمهور بوده، بعد این داشته با توسط معاون اول خودش چه چپاول‌هایی میکرده. ما همه اینا رو هم قبول داریم که اینا بخشی بابت دعواهای درون نظام هستش و به خاطر قدرت هستش، اما چیزی که هستش تو همین دعواهای بین گروهی هستش که ما مدارک و اسنادی رو میکنن برای ما که اصلا دیگه قابل شک و شبهه نیست. سوال اینجاست که نظامی که این همه در 36 سال دم از زندگی علیوار زده، نمیدونم خرقه پوشی و نمیدونم از این طور شعارات داده، چرا هر روز در بین این آقایون صاحب قدرت که همم ملبس به لباس روحانیت هستن اکثرا دزد و از مالی گرفته تا ناموسی در بین این آخونده و در بین این کسانی که شعار حکومت علی و غیرزالک رو دارن میدن؟ سوال اینجاست. بنابراین این چیزی که امروز ملت ایران باید بهش توجه بکنه پایان دادن به این مسئله است. پایان دادن به این مسئله این نیستش که ما بنشینیم و در 4 شعار بدیم و عرضم به حضورتون که شما در همین مسئله ریزگردهایی که در خوزستان اتفاق افتاد، چند حرکت مهم مردم خوزستان اصلا میتونست الگویی باشه برای نوع اعتراضات ما برای بقیه معضلاتی که در کشور وجود داره، هجومی که مردم، اعتراضی که مردم خوزستان برای این قضیه کردن، همدلی و هم به اصطلاح گامی با همدیگه در این قضیه بسیار، این یک نکته قابل توجه بودش که این مردم چگونه در یک چنین شرایطی به صورت یک مجموعه واحد عمل کردن. و اتفاقا اگر این کار نمیشد، باور بفرمایید که نظام راجع به این مسئله خوزستان بایکوت خبری هم حتی میکرد که هیچ کی متوجه نشه مثلا
ولی این مردم خوزستان با اون اقدامشون تونستن این قضیه رو حتی به جهان برسونن. با همین الگو ما میتونیم خیلی از مسائل دیگه‌مون رو حل بکنیم که در نهایتاً به نظر من اونم با توجه به نزدیک شدن به سلام مسئله انتخابات اسفند ماه خبرگان رهبری میتونه خیلی نقش موثری داشته باشه. حتما میرسیم به این نکته. من این رو بگم که در خوزستان این طوفان شن هم از شوشتری و دستولی و اهوازی و عرب و فارس و اصفهانی و بختیاری و پیروان همه مذاهب، سنی، شیعه، مسیحی، صبی های عزیز و گرانقدر خوزستان همه رو به هر حال در بر گرفت و آزار داد و شامل این مصیبت و این مشکل شامل دامنگیر همه شد. آقای صفصری در لابلای صحبت چون خانم قاسم اشاره کردن که خود مسئولان تولید مشکل میکنن از نظر محیط زیست، آیا آماری هست که روحانیت حاکم بر ایران روزانه چقدر زباله تولید میکنه؟ همچی آماری ما داریم؟ اگر نداریم واقعا آیا فقط محیط زیست به وضعی که در اومده در اهواز و خوزستان فقط شامل حال اون منطقه میشه یا نه در همون پایتخت تهران ایران که تهران باشه محیط زیست وضعیت چندان درستی نداره؟ موش های بیماریز های فراوانی که لابلای چه میگن کوچه و خیابان در گردش هستن و گاه در خونه های مردم و بقیه مسائل، این عدم توجه دامنگیر همه مناطق ایران هست یا نه یک اناد خاصی هست با یک قسمت هایی؟ یا شما بفرمایید به طور کوتاه اگه بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید آقای چالنگی، عدم توجه به محیط زیست متاسفانه در کل ایران هست، ولی هر منطقه، هر اقلیمی بنا به شرایط خاص خودش مشکلات زیست محیطی خاص خودش هم داره، مثل خوزستان که مسئله گرد و غبار رو میتونه داشته باشه که این مسئله مثلا میتونه در نمیدونم استان فرزند آذربایجان ممکنه نباشه و یا در استان دیگه، و مشکلی که در اون منطقه باشه ممکنه در خوزستان نباشه. این که مسئولان ما دلسوز نیستن که به این گونه مشکلات، اونا به مشکل شکم مردم، به نون شبشون کار ندارن، به مشکل زیست محیطی توجه میکنن. این مسئولین ما وقتی که ما میبینیم پولها رو چپاول میکنن، به خارج از کشور میفرستن، فرزندانشون در خارج از کشوره، و همونطوری که آقای صفصری خدمتون گفتن چند دقیقه پیش، دیدیم که دولت قبلی با معاونش چه اختلاس هایی، چه دزدی ها و چپاول هایی کردن، خب دلسوزی وجود نداره. اینی که من نکته ای رو که میخواستم اینجا اتفاقا در همین رابطه اشاره بکنم، 36 ساله که برای همه ما ثابت شده که اینها بجز نابودی مملکت هیچ برنامه ای در پیش ندارن. برای اینها یک فقط عقیده به اصطلاح دینی خودشون مطرحه و نابودی ایران و فرهنگ ایرانی و ایران قبل از اسلام. اینها کمایی که داریم میبینیم همین چند روز پیش که من خبرش رو در فیسبوکم گذاشتم، در استان آذربایجان غربی متاسفانه مجسمه فردوسی رو تخریب کردن. هدف اینها از این کارا چیه؟ نابودی فرهنگ، نه تنها محیط زیست، اینها همه چیز رو میخوان نابود کنن. آیا یک فرهنگ یک ملتی با جابجایی یک مجسمه یا اون چی که در مشهد دوباره انجام شد، تابلوهای شاهنامه رو، نقاشی‌های شاهنامه رو روی دیوارها به دستور یکی از علمای اعلام، علم الهدا، امام جمعه دولتی مشهد بعد پاک کردن و طبعا به جای اون مثلا تصویر به جای رستم تصویر آیت الله جنتی یا خود آقای علم الهدا رو شاید بکشن اونها، آیا فرهنگ ملت اگر فرهنگ مستحکم و با بنیادی باشه با جای یک مجسمه اینها از بین میره یا پاک کردن چند تا؟ بله، اینها شستشوی به اصطلاح
وقتی که محو میکنن فقط محو فیزیکی نمیکنن، مجسمه فردوسی رو اول از جلوی چشم برمیدارن، بعد کم کم خود اشعار فردوسی رو برمیچینن. یعنی ممکنه نسل من و یا چند سال کوچکتر از من هنوز با فرهنگ باستان ایران آشنایی داشته باشه، ولی در نسل های بعدی ما میبینیم که اون موقع نخواهند شناس. طبیعی است که اینا به راحتی میتونن ضربه بزنن. البته این ضربات کمایی که در تاریخ 1400 ساله اسلام ما دیدیم بارها تلاش کردن، ولی ممکنه یک دوره رکودی داشتیم، ولی باز بالا اومده. منتها خب اینا ضربه است، ضربه به رشد اون جامعه است. اون جامعه ما شاید الان میتونست خیلی جای فراتری داشته باشه اگر این ضربات رو نمیداشت. حالا من چیزی رو که آقای چالاکی البته نکته ایست که من بعد درباره صحبت میکنم، چون بحث به جای دیگه میره. بفهمید بدونم بدونم اگه کوتاه کنم باشه. نه خواهش میکنم، فقط راجع به همین مسئله میخوام صحبت بکنم که جوانها همونطوری که آقای سفسری هم گفتن، خوشبختانه خود مردم خیلی اقدامات میکنن و ما شاهد هستیم در خوزستان. من چون با بچه های خوزستانی، سایت های خوزستانی و همشهریانم در ارتباط هستم، میبینم که چطور خودشون دارن تلاش برای محیط زیستشون میکنن، تلاش برای بهبود شهرشون میکنن. اینی که باید ما بدونیم که متوجه شدیم تا حالا که این دولت دلسوز نیست، پس یه مقداری خودمون تلاش بکنیم برای اینکه خودمون نابود نشیم، مملکتمون نابود نشه و فرهنگمون نابود نشه. این گروه های به اصطلاح نهادهای مردمی رو شکل بدیم و یک مقداری خودمون کارهای کوتاه مدتی رو که میتونیم انجام بدیم در مقابله با این فجایع طبیعی که مثلا که بر اساس این نابخردی های رژیم که جلوگیری نکرده به وجود اومده، مثلا میتونیم یه مقدار بیشتر درخت کاری بکنیم توی از خونهای خودمون گرفته تا توی فضاهای آزاد یه مقدار. حالا این درخت کاری هم خود مردم وقتی به قول خود شما معطل نون شبشون هستن و این اقدامات رو واقعا چطور میشه ازشون انتظار داشت؟ مردمی که بسیار کودکانشون بسیاری در خیابونها میخوابند و و و مشکلات دیگه. بله درست میفرمایید، اینا هستن، ولی باز خوشبختانه بچه‌هایی هستن که دغدغه این مسائل رو دارن و میگم من خودم عکساشون رو دیدم، ای کاش برای شما میفرستادم. بله هستن که میرن تمیز میکنن حتی دشت ها و دامنه های کوهستان ها رو، گروه هستن جوانان چون این کارهایی میکنن و بسیار کارهای شایسته. بله اما به راه حل عمومی چی هست به نظرشون؟ راه حل عمومی اینه که واقعا بنشینن متخصصین رو دعوت بکنن، کارشناس ها رو دعوت بکنن، مهندسین رو بخوان. حتی اگر شده مهندسین، ما این همه نیرو در خارج از ایران داریم، مهندسین رو بخوان، متخصصین، کارشناس ها بنشینن و راه های دراز مدت آبهای زیرزمینی رو تخلیه بکنن. اینا کارهایی نیست که امروز به فردا انجام بشه، کارهای کوتاه مدت هست. همینطوری که گفتم یک کمی تالاب ها رو بتونن دوباره آب رسانی بکنن، از این مسئله جلوگیری بکنن که آب به تالاب ها نرسه، درخت کاری بکنن، ولی ما میتونیم از آبهای زیرزمینی استفاده بکنیم، نه اینکه بیان را پل بکشن آب کارون هم حتی به یک جای دیگه هدایت کنن و کارون خشک بشه. یکی از دلایلش هم همین بوده که الان ما میبینیم این ریزگرد ها که در احواز به این صورت بوده. خانم قاسمی حتما ادامه خواهیم داد در همین زمینه گفتگو رو، اما من چون بحث به جای دیگه میرفت و نکته ای رو راجع به فرهنگ ایران خانم قاسمی اشاره کردن، من اینجا یک توضیح فقط کوتاهی بدم که پیش از انقلاب در ایران جشن‌های 2500 ساله در ستایش از فرهنگ و تاریخ ایران برگزار شد و به گفته مسئولان اون زمان نشون دادن اینکه ایران دارای سابقه ای هست و تمدنی بوده و هست و نوعی معرفی جامعه ایران به جامعه جهانی، در کنار اون تلاش های بسیار پیشتر و بعد انجام شد، برگزاری هزاره فردوسی در زمان رضا شاه برگزار شد،
آرامگاهی که امروز میبینید ساخته همون زمان هست. وضعیت غم‌انگیزی که اکنون آرامگاه فردوسی پیدا کرده در یک گزارش بسیار دقیق و مطلب دقیق آقای آیدین آقداشلو میتونید ببینید که چه نوشته، چه وضعیتی داره، از اونجا دیدار کرده. و در خراسان جشنواره طوس برگزار میشد هر سال، در چند سال اخیر پیش از انقلاب، در ستایش از فردوسی و تمام هنرهای منبعث از شاهنامه فردوسی، هم از نقالی روان شاد مرشد ترابی، شاهنامه خوانی در روستاها و ورزش‌های باستانی و پهلوانی، نمایشنامه‌هایی که بر اساس شاهنامه نوشته شده بود، فیلم‌هایی که ساخته شده بود، از همه جا دعوت می‌کردن و سمینارهای بسیار مهمی برگزار می‌شد همزمان در دانشگاه مشهد و اقداماتی در این زمینه‌ها بسیار انجام می‌شد. روان شاد مسئولش هم آقای انجوی شیرازی. اما علی‌رغم همه این تلاش‌ها که اگر بخوایم زیر عنوان معرفی و معرفی فرهنگ ایرانی جاشون بدیم، میبینیم مردم به جای خود، بسیاری از روشنفکرای ما، بسیاری از سازمانهای چپ، مارکسیست، لنینیست، ماویست ما، به دنبال روحانیت شیعه رفتن در سال 55. زبان به ملامت تمام این اقداماتی که من اشاره کردم گشودن و اون چه که اگر میگیم فرهنگ ایرانی بود و این اقدامات در ستایش از اون به عمل اومد، بدون استثناء با ملامت و اهانت و سرزنش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی روبرو شد و احزاب چپ و گروه های چپ به عنوان یک چیز، یک اقدام ارتجاعی. و کسانی که این صفت رو به کار بردن بدون پرسشی به زیر عبای آیت الله خمینی رفتن در انقلاب. این از بابت فرهنگ که اشاره کردم، من نمیخواستم وارد این مبحث بشیم، اما به هر حال امیدواریم روزی بتونیم به طور گسترده به این موضوع بپردازیم. حتما با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با شما عزیزان هستیم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. من به یک موضوع دیگه هم اشاره می کنم. اینجا در اواسط قرن گذشته میلادی در آمریکا خانمی در اون زمان دختر جوانی بودن، میانسالی بودن تقریبا، و ریچل کارسون نخستین کسی بود که در آمریکا علیه سمپاشی درختان شروع به اقدام کرد و خب بسیار علیه کمپانی های بسیار بزرگ، یک تنه یک بانو ایستاد و حرفش هم نتونست در قدم های اولیه به پیش ببره. این سمپاشی ها مضر هست برای محیط زیست، حتی کشتن حشرات مضر هست برای محیط زیست، اینها لازم هست. و به هر حال ایستاد پای این حرف و به مرور یک نفر، دو نفر شد، سه نفر، چهار نفر، و بعدها بر اساس تلاش های ایشون دو دهه بعد یا کمی بیشتر ناچار شدن قانونی رو به امضا برسونن. وقتی این تلاش گسترده شد، زمانی که ریچل کارسون فوت کرده و وقتی لیندن جانسون رئیس جمهوری آمریکا این قانون رو امضا می کرد، اونجا یاد ریچل کارسون کرد، گفت کاش زنده بود و امروز می دید که تلاشاش به ثمر رسیده. گاه همونطور که خانم قاسمی هم اشاره کرد، یک حرکت برای هر اقدامی میتونه با یک نفر آغاز بشه و بعد به جاهای وسیع‌تر و به هدفی که میخواد برسه. اما هدف در جمهوری اسلامی چیست آقای صفصری عزیز؟ این اختلافاتی که شما بهش اشاره کردین ریشه در کجا داره؟ مصالح مردم داره یا اینکه نه، مصالح و منافع شخصی، رفتن رحیمی به زندان و بقیه؟ عرضم حضورتون که با این گفتار زیبایی که شما از
فرهنگ ایران فرمودین، من به یاد این شعر افتادم که ای وای که میهن به سر دار فنا شد، ای وای که میهن به سر دار فنا شد، ای بخت به خشکی چه بلایی سر ما شد. ما صاحب بس گنج طلا بودیم و افسوس ملای گدا صاحب آن گنج طلا شد. متاسفانه من برخلاف تصور بسیاری از دوستان و هممیهنان و مبارزین راه آزادی مملکتم که فکر میکنن که باید با مماشات و عرضم به حضورتون اصلاحات این آب رفته از جوب را برگردان، مخالف هستم، به خاطر اینکه 36 سال تلاش و هزینه دادن صدها جوان ایرانی و خانواده هایی که داغدار شدند و و و که دیگه شرح گفتنش نیست، همه میدانیم، هیچ امیدی نباید به کسانی که امروز به عنوان گردانندگان کشور ما که ای کاش مغولانی وجود داشتن و اونا به ما حکومت میکردن و این بلا سر ما نمیامد که این گروهی که امروز به ما حاکم هستن مملکت رو به این ورطه از نابودی بکشونن. چیزی که هستش ما فکر میکردیم روز اول که یعنی موقعی که فهمیدیم چه کلایی سر ما رفت، فکر میکردیم روحانی جماعت با اون جیب بلندی که داره به محض اینکه پر بشه دیگه دست از سر ما ور میداره، لااقل به خاطر آخر عاقبت خودشون که خودشون مروج بودن دنیای دیگه ای هم وجود داره دست میکشن. اما میبینیم که روز به روز بدتر میشه، آنچنان که امروز شما میبینید دزدی ها و چپاولی که دارن میکنن اصلا در دنیا بی سابقه است. ما اینجا در خارج از کشور وقتی که صحبت از این قضايا میشه اصلا خارجی رو باور نمیکنه، مگه میشه در یک کشوری اینقدر هر روز شما یه نفر داشته باشه اونم از خود قدرت از گردانندگان کشور اینطور دزدی بکنه؟ بنابراین اون چیزی که مسلم هستش آقای چالنگی، نباید به این قضايا دل خوش کرد، کما اینکه خودشون هم میخواهند. الان شما در نظام میبینید بعضی ها اینقدر آشو دیگه شور دیدن میخوان یک جوری آب رفته رو به جوی برگردونن، نمیدونن چگونه و برای همین هم دعوا دارن. الان در اسفند ما انتخابات خبرگان رو پیش رو داریم. آقای هاشمی رفسنجانی برای بار دیگر بلند شده و مسئله رهبریت رو داره مطرح میکنه، اخیراً یک مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی انجام داده و علناً اونجا گفته بعد از رفتن آقای خامنه ای چه کسی رو داریم بذاریم، بعد جواب خودش میده که ما کسی رو نداریم، بنابراین باید شورایی کنیم. شورایی کردن هزاران معنا و مفهوم داره، اینی که هنوز خامنه ای زنده است و قضیه جانشینی رهبری داره صحبت میشه، اینا همه ریشه در اختلافات درونی داره. توجه میفرمایید؟ به هر حال چیزی که مسلم هستش ما مردم نباید با این بازی ها باز هم بازی بخوریم. چیزی که هستش باید از شدت و حدتی که برای تغییر آنچه که سرنوشت ساز ما هستش در دست گروهی به نام جمهوری اسلامی همت بیشتری به خرج بده. خانم قاسمی عزیز، من یک اشاره بکنم، اشاره کردم به پرونده های فساد در غرب. در اینجا فرماندار پیشین ویرجینیا آقای سفسری قطعا در جریان هستن بدون تردید، به خاطر گرفتن نرشوه هدایای خودشون و همسرشون تا مبلغ 100,000 دلار سمتشون از دست رفت، هیچ از مسیر رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی به کنار میره، هیچ محکوم شدن به زندان. یک هدیه گرفتن نه اینکه رشوه، چون یه حدی داره هدیه گرفتن مسئولان دولت.
چطور میشه اما خانم قاسمی الان که آقای احمدی نژاد رفته هر روز اخبار تازه‌ای درباره اون منتشر میشه، اخباری که اگر روزنامه‌نگاری مثل شما آقای سفسری همون زمان راجع به احمدی نژاد میگفت خب میرفت زندان و فرستادن زندان، اقتصاددان‌ها رو فرستادن و بسیاری وکیلای دادگستری و بسیار و آدم کشتن سر آقای احمدی نژاد، ولی امروز روز هر روز خبری تازه. خب پس شما چه کاره بودید اون موقع؟ مسئولان آقای خامنه‌ای و بقیه چجور در عرض 7 ماه آقای جهانگیری معاون رئیس جمهور کنونی میگه در عرض 7 ماه و بقیه مسئولانی شد در دوره احمدی نژاد 22 میلیارد دلار از کشور خارج شده. حالا ظاهرا صادرات ایران هم آقای سفسر یکیش هم ارزه، یعنی تنها چیزی که به طور عمده صادر میشه ارزه دلار هست. یعنی در عرض 7 ماه چطور میشه آخه 22 میلیارد دلار؟ اما در همین اهواز در همون زمان ها کسی رو به خاطر سرقت نان و گوشتی دستشو قطع کردن. مسئول کی هست؟ کی باید خبر میداد؟ کی چی هست قضیه؟ شما بفرمایید خانم قاسم. آیش میکنم آقای چالنگی، یادمون نمیره که انتخابات بحث برانگیز 88 خامنه ای اومد تلویزیون و گفت نظرات من به احمدی نژاد نزدیک است و اونو مثل فرزند خودش میدونست و چگونه تاییدش میکرد. خب اینها به دلیل اینکه هر بار بتونن دهان مردم رو ببندن، مسئول بعدی میگه تمام خرابکاری به خاطر عدم درست انجام دادن کار قبلیه بوده، بعدی میاد دوباره اینو میگه. یعنی الان احمدی نژاد رفته همه میتونن به احمدی نژاد راحت فوش بدن که همه بدبختی ها دزدی ها چپاول ها به خاطر، گرچه اون موقع مورد تایید تقریبا همشون بوده. حالا فردا دولت روحانی بره تمام چپاول ها دزدی ها و خرابکاری هایی که دولت روحانی انجام داد با دولت جدید افشا خواهد شد. این چی میگن، این دایره شیطانی به قول آلمانی ها همینطور تکرار میشه تا زمانی که مردم هنوز امید داشته باشن که جناحی در این حاکمیت وجود داره که میتونه به خواسته هاشون پاسخ بده. حالا که وقت کوتاهی دارم اجازه بدین که من در سومین سالگرد یادی از عزیزی بکنم، از جان باخته جوانی بکنم که در سن 20 سالگی توی تظاهرات سال 1388 به خاطری که رفت به کسی که تیر خورده بود کمک بکنه، تیراندازها تیر به سرش زدن و گلوله ها در سرش موندن، جوانی به نام علیرضا صبوری که من هم اکنون که در برلین هستم به دلیلی که علیرضا رو متاسفانه نتونستن نزد مادرش خواهرش خانواده تو ایران خاک کنن، مجبور شدن به دلیلی که در امریکا رفته بود برای معالجه و از ترس اینکه دستگیر نشه دوباره در امریکا متاسفانه توی تنهایی مطلقشون فوت میکنن و با چه بدبختی پیکر بیجان علیرضا به برلین منتقل میشه که خالش در برلینه، اینجا به خاک سپرده میشه. من از جامعه ایرانی خواهش میکنم که این علیرضا رو در برلین تبدیلش بکنن به سمبل آزادی، سمبل مقاومت جنبش دموکراسی خواهی ایران، مردم ایران، تا جایی بشه یک مقداری خرج اونجا بکنن، جایی بشه که هر ایرانی هر آزادی خواهی از هر جا به برلین میاد بتونه بره اونجا به علیرضا سر بزنه، از علیرضا بازدید بکنه از قبرش که اونجا بدونن خواست مردم ایران چی بوده و برای چی کشته شدن. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزار هستیم خانم اختر قاسمی و روان شاد علیرضا از این جوان نازنین ایرانی و همه کسانی که در ایران در میهنشون در مسیر اونچه که میخواستند آیندهی روشن رفاهی همگانی و اونچه که جوانان در پیامد انتخابات 88 فریاد زدند جان باختند، روان همه اونها شاد. سپاسی دوباره از شما خانم قاسمی و با سپاس از آقای سفسری گرامی. خواهش میکنم.
سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز و سبلان، آسماری کوهساران دنا تفتان دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.